بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. کلام در امتیازاتی بود که حضرت یوسف علیه السلام داشت و هر یک از اینها مصداقی برای این شده که جزء گروه محسنین باشد و در اثر این که جزء گروه محسنون شده است، خداوند عالم پاداش هایی هم در همین نشأه به او مرحمت کرده و هم در آینده برای او درجات و مقاماتی هست که به تعبیر قرآن اون اجر آخرت بالاتر هست. در این حالی که اجر و پاداشی که در این نشأه داده می شود از ناحیه خود خداوند است، ولی در این حال اون پاداش بالاتر هست، چون فرموده که ول اجر الاخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. حالا یکی از اون امتیازاتی که حضرت یوسف داشته است مرحله کامل توجه به خدا هست که به تعبیر فناء فی الله حالا ما تعبیر میکنیم. معنای این مقام اینه که انسان ممکن هست برسد به یک درجه ای در شناسایی خداوند عالم و عرفان حضرت حق که هیچ چیز را دیگه نبیند و در برابر او و در ذهن او هیچ چیز جلوه نداشته باشد جز خدای متعال. حتی اینکه اون کسانی که در این رشته ها کار کرده اند می گویند انسان ممکن هست برسد به مرحله ای که حتی خود ذکر و یاد را هم فراموش بکنه، حتی همون یاد خدا و ذکر خدا هم که دارد حتی از اون هم دیگه بره بالاتر، برای خاطر این که اون ذکر و یادی هم که از خداوند عالم داره، عجب با فرض این باشه که یادی که من از خدا دارم میکنم، این دو مرحله باز از خداوند عالم دور هست، یکی خودش و یکی هم یاد خودش از خداوند، یاد خودش از خداوند و یکم خودش. و اگر برسد به اون مرحله که نه دیگه نسبت به خودش یادش رفته، یاد خدا، باز یاد خدا غیر از خدا هست، اون یه مرحله بالاتر دیگه میشه که حتی خود ذکر فراموش مثلا بکنه. بل و صرفا ذات مقدس حضرت حق، خود حضرت حق عرشبت که مورد توجه او باشه. حالا یک مرحله این طوری برای حضرت یوسف سلام الله علیه بوده و اون این هست که یک وضعی برای جناب یوسف پیش آمد که همون وضع زلیخا و عشق و شیفتگی زلیخا به او و شرایط و امکاناتی که او فراهم کرد برای خاطر این که حضرت یوسف را متوجه به خودش بکنه و جلب بکنه او را. و به تعبیر استاد جناب آقای طباطبایی دام ظله 16 یا 17 جهت ایشون ذکر میکنه که اینها فراهم شده بود، شرایطی بود که اینا دست داده بود برای خاطر این که یوسف متوجه به زلیخا بشه و زلیخا بتونه او را جلب بکنه، که روی هم رفته اینها اسبابی بود و اموری بود که لو توجهت الی جبلین لهدته، اگه این جهات
برای کوهی پیش آمده بود، از هم پاشیده می شد و از هم می پاشید او را، و اگر برای صخره سمایی و سنگ بسیار سختی اون امور پیش آمده بود، آبش می کرد. در یک همچون شرایطی اون همه شرایط جمع شده بوده، ولی معذالک در این شرایط و امکانات وقتی که او پیش نهاد کرد، حضرت یوسف چه فرموده؟ فقط فرموده معاذالله. خوف ذکر نکرده که من میترسم رسوا بشم، میترسم مثلا عرض شود که کسی بفهمه. این هیچ جلوه نداشته در برابر او. یا این که مثلا کار زشتی هست، جنایت هست مثلا به ناموس مردم، اینا همش هست، درستم هست، ولی اونی که در اون شرایط به زبان حضرت یوسف آمده و در اونجا ذکر کرده است، معاذالله. وقتی که او پیشنهاد کرد، ایشون فرموده است که معاذالله، یعنی پناه به خدا، من خودم رو در پناه خدا قرار میدهم. انه ربی احسن مثواي، چطور من اینطور کاری رو انجام میدهم؟ و این که انسان در همچون شرایط سختی صرفا توجه به خداوند عالم داشته باشد، این نیست مگر برای کسی که به تعبیر خود قرآن از عباد مخلص شده باشد، از کسی شده باشد که دیگه سرتاپا شراشر وجودش بره خداوند عالم باشه. خب حالا کلام در این هست که این مقام صحیح حضرت یوسف علیه السلام به دست آورده و داشته است، ولی آیا اختیاری به تمام معنا بوده؟ یعنی هیچ دستگیری ازش نبوده؟ هیچ مدد غیبی همینجا همراه نداشته؟ یا این که نه، در همینجا مدد غیبی همراهش بوده، در همینجا یک دستگیری الهی همراهش بوده، و دستگیری الهی که همراهش بوده پاداش خوبی های گذشته شد. یعنی چون در گذشته باز مرحله هایی از احسان، مرحله هایی از صفات برجسته اختیاری خودش تهیه کرده بوده، دیگه اینها زمینه شده برای خاطر این که خداوند عالم دستگیری های خاصی هم از او بکنه، مددهایی هم در همچون موقع خطرناکی از او بکنه. اون که از خود قرآن مجید استفاده می شود اینه که خداوند صریحا در اینجا می فرماید که او برهان رب را تماشا کرده، در اون لحظه یک فریاد رسی از او شده که در برابر عقل او یک موجودی مجسم شده و دیده، در اثر دیدن اون برهان رب که در برابر بصیرت او مجسم شد و تماشا کرد، از این عمل منصرف شد. از اون عمل، نه که خود اون عمل زشت، حتی به طرف اون عمل زشت رفتن، فکر اون عمل زشت کردن از او هم منصرف بوده، نه این که فقط اصل اون عمل زشت رو انجام نداده، از توجه به اون عمل زشت هم منصرف بوده، در ذهنش منقده نبوده، نیامده اصل رفتن به طرف اون کار تا چه برسد به خود اون کار. اینه که قرآن مجید در اینجا می فرماید که ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. پس از آنی که شرح داده از جریان کار زلیخا را و ارتباطی که او برقرار کرده بوده، امکاناتی که او تهیه کرده بوده و حضرت یوسف معاذ الله را فرموده بوده است و انه ربی احسن مثواي، وقت می فرماید که زلیخا به طرف او هم و توجه پیدا کرد، او قیدی نداره، فقط داره که ولقد همت به. ولی وقتی که جریان حضرت یوسف رو میخواد بیان کنه، میفرماد و هم بها لولا ان رعا برهان ربه، یعنی شرایط به قدری قوی بود،
که اگر برهان خدا را ندیده بود اونم هم براش پیدا شده بود. هم یعنی رفتن به طرف یک کاری، نه اصل کار، به طرف مثلا قصدش، به طرف توجه به یک کاری. لولا اندر آ برهان ربه، اگه اون برهان رب را ندیده بود، ولی چون برهان رب را تماشا کرده، اون چیزی که به نام برهان و سلطنت الهی در اینجا نام برده شده تماشا کرده است، هم من براش پیدا نشده، هیچ گونه توجهی براش پیدا نشده. خب برای چه ما برهان را بهش نشان دادیم؟ کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء. این برای خاطر این هست که ما بدی و فحشا را از او برگردانیم. اینجا دو سه تا نکته هست، بله، که جناب آقای طباطبایی هم ذکر دادن. یکی این هست که نمی‌فرماد که ما خواستیم یوسف را از سوء و فحشا برگردونیم. اگه اون طور تعبیر شده بود، یعنی یوسف رفته بود، ما یک کاری کردیم که برش گردونیم. اینجا فرمودن نه، ما سوء و فحشا را از اون می‌خوایم برگردونیم، یعنی سوء آمده، فحشا آمده، اونا آمدن به طرف یوسف، ما می‌خوایم اونم برگردونیم. و این خیلی نکته لطیفی هست که نفرموده کذالک لنصرفه، ما برگردانیم یوسف را از سوء و فحشا. اگه اونطور تعبیر شده بود، یعنی رفته بود، ما می‌خوایم برش گردونیم. و حال این که ما میخواییم بگیم یوسف معصوم بود، اصلا فکر اون هم نکرده بود، هیچ گونه توجهی نکرده بود. کسی که هیچ گونه توجهی نکرده اصلا چی برش گردونن؟ بله، حضرت یوسف با اون دامن پاکی که داشت، با اون مقام قداست و عصمتی که داشت، سوء و فحشا آمده بودن به طرفش. اونا آمده بودن تا بالای سرش و نزدیکش هم آمده بودن، که زمینشون فراهم بود، امکانات فراهم بود، شرایط جور شده بود. اما خداوند عالم چه کار کرده؟ لنصرف عنه سوء والفحشاء. سوء که آمده، فحشا که آمده، زمینه ها که آمده، اون را هم برگردونیم. این یه نکته که خیلی نکته لطیفی هست. نکته دیگر اینه که خب چرا یکیش را نفرموده؟ لنصرف عنه الفحشاء، تا این که فحشا عمل زشت بی عفتی را از او برگردانیم. سوء هم فرموده لنصرف عنه سوء. می فرمایند این برای خاطر این هست که نه فقط اون اصل عمل بی عفتی از او برگردانده شده، اصل فکر و توجه و قصد به سوی او هم حتی که زشت است از یک شخص محترم و یک شخصی که نبی هست و یک شخصی که مقام قداست داره برای او بد هست، حتی اونم برگردونی. وقت این دلالت بر این داره که هیچ گونه توجهی از جناب حضرت یوسف نبوده، حتی همی فکری قصدی توجهی ابدا هیچ نبوده. لنصرف عنه السوء والفحشاء. خب بعد می فرماد انه من عبادنا المخلصین، او از عباد مخلص ما هست. بله، یه وقت میگیم مخلص یعنی یک کسی خودش را خالص کرده، خودش را خالص کرده. یه وقت میگیم مخلصین، مخلصین اسم مفعول به اصطلاح، و یک احتمال در اسم مفعول اینه که خدا خالصش کرده. مخلص یعنی اون کسی که دیگری او را خالص کرده، مخلص یعنی اون کسی که خودش را خالص کرده. اینجا تعبیر قرآن مجید اینه که انه من عبادنا المخلصین، از عبادی هست که خالص شده هست. کی خالصش کرده؟ یک احتمال البته اینه که چون قبلش داره لنصرفه، ما سوء را برگردونیم، ما فحشا را برگردونیم، یعنی ما خالصش کرده ایم. این مرحله از خلوص دیگه ما به اشداده ایم. خب حالا یک کلام در این هست که اگر این طور باشه که خداوند عالم دستگیری کرده باشه، خداوند عالم به مدد غیبی عنایت شامل حال یوسف کرده باشد، پس این کمال یوسف مال کجاش هست؟ او جوابش این هست که کمال تهیه این هست
زمینه این که اینطور لطفی از خداوند آدم شامل کسی بشه گتره ای که نیست، جزافی که نیست، برای هر کسی که اینطور مراحل و دستگیری و مدد کردن نیست. این برای خاطر اینه که یوسف به اختیار خودش در شرایط گذشته طوری رفتار کرده که این قابلیت رو پیدا کرده که دیگه در شرایط خطرناک چکار بشه؟ دستگیری ازش بشه، عنایت ازش بشه. این برای خاطر این هست که از گذشته با اختیار جلو آمده تا حالا به این مرحله رسیده که دستگیری ازش میکنن. و این دستگیری ها دیگه منافاتی با مقام حضرت یوسف نداره، چون خودش از جلو مراحلی بوده که به اختیار خودش طی کرده که شرح داده این که حالا تا اینجا رسیده این دیگه خداوند عالم مدد میکنه. حالا غرض اینه که اینجا اگر خداوند عالم میفرماید که بله لولا ان رعا برهان ربه لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین، دستگیری هایی که ازش شده است این هست، این دیگه بعده است که خداوند داده و عنایت او هم باید همینطور باشه، اقتضای عنایت او هم همین هست. اون وقت یک بحث اینجا باز این هست که خب برهان رب چه بوده؟ این برهان ربی که خداوند می فرماید لولا ان رعا برهان ربه، این برهان ربی که حضرت یوسف دید چه بود؟ اونی که انتخاب کرده اند جناب آقای طباطبایی اینه که نه، این برهان کمال علم است، یک مرحله عالی از علم به احکام الهی و علم به حضور حضرت حق، این هست که فریاد رسی از حضرت یوسف کرده. ایشون این را اختیار میکنن که اون برهان این بوده، این مرحله از علم و آگاهی کامل هست که این موجب شد که حضرت یوسف به هیچ نحو عنایت و توجهی به اون سوء و فحشا نداشته باشه. و همین گونه علم هست که سرمایه عصمت هست و حضرت یوسف توانسته است که با استفاده از اون آگاهی کامل عصمت داشته باشه و دنبال هیچ گونه گناه و مقدمات گناه نرود. خب حالا که این رو اختیار کردیم اون وقت یه مطلب اینجا روشن میشه و اون اینه که پس انبیاء علیهم السلام که معصوم هستند یا ائمه علیهم السلام که معصوم هستند، این مقام عصمت انگیزش از کجاست؟ یعنی چه دارند، چه عامل و نیروی اونها همراه دارند که معصوم از گناه هستند؟ اون عامل کمال علم هست، یک علم کامل 100% عالی هست، چون او را دارن در اختیار، معصوم هستند. خب کسان دیگر هم دارن این گونه علم در مواردی، بله ما خودمون هم داریم، بشر عادی هم یک نمونه عصمت دارد و اون عصمت هم منشأش علم و آگاهی کامل هست. بله مثل کجا؟ مثل این که شما یا فرد دیگه یا هر انسانی گاهی شده که اشتباه از شنیده باشین در تمام کره زمین که یک کسی لقمه نان برداشت بخورد ولی چپون تو گوشش، اینطور داره میکنه تو گوشش، این شده گاهی، شنیدید گاهی در تاریخ سابقه داره. یا این که یک کسی مثلا یه لقمه برداشته برای خوردن ولی داره میذاره تو چشمش، اینطور این شده اصلا، ولی او به اشتباه، هیچ جبری هم نیست، هیچ زوری هم نیست، ولی هیچ گاه اشتباه هم کسی نمیکنه. چرا این اشتباه برای کسی پیش نمیاد؟ این برای خاطر اینه که اون قدر برای هر کس روشنه، واضحه که لقمه جاش اینجاست، اینجا بره خطر داره، اینجا بره خطر داره، اصلا فایده نداره، جاش نیست، چون یک مو هم به درز این علم و این آگاهی نمیره، اینه که هیچ اشتباهی هم نمیشه. و در حدیث شریفی هست از حضرت امیر علیه السلام ظاهرن هست که العلم و الایمان اخوان توامان لا یفترقان، یعنی علم و ایمان اینا دو تا برادر توام هستند که همراه زاده شده اند، مثل دو قلوهایی که همراه میان، علم و ایمان هم همراه هستند، العلم و الایمان اخوان
توامان، یعنی همرزائیده شدن، دو قلو هستن به اصطلاح، لا یفترقان. خب این حدیث شریف با این که می گفتیم علم و ایمان از هم جدا هستند، وقت توجیهش معلوم میشه. توجیهش اینه که این هر علمی نیست، اون علم هایی که واقعا علم باشه، خلاصه و لب علم باشد، این نمیشه که از ایمان جدا باشه.